به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. قتل 3 عضو خانواده در هرات. منابع محلی روز پنجشنبه به خبرگزاری مقامات گفتند که افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت 1 پس از چاشت روز گذشته 3 عضو خانواده در منطقه هرات 24 از مربوطات شهر هرات به قتل رسیدند. و گفته منابع تفنگداران ناشناس وارد یک خانه شده و 3 عضو این خانواده را که 2 زن و 1 مرد بوده به قتل می رسانند. تا هنوز انگیزه اصلی این رویداد مشخص نشده است. پیش از این افراد مسلح ناشناس یک پدر و پسر را در شهر هرات به قتل رساندند. پس از روی کار آمدن گروه طالبان قتل های مرموز افزایش یافته است. مقام های پاکستانی به تازگی اعلام کردند که بیش از 600 هزار شهروند افغانستان در 2 سال گذشته پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان وارد پاکستان شدند. قیصر خان افریدی سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد روز گذشته به خبرگزاری آنادولی گفته است که بر اساس برآوردهای رسمی این سازمان از زمان بازگشت طالبان به قدرت 600 هزار شهروند افغانستان که به دنبال پناهندگی هستند وارد پاکستان شدند. با این حال طبق گفته های سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اسلام آباد، علاوه بر مهاجران جدید در حال حاضر پاکستان میزبان 1.3 میلیون پناهجو افغانستان است که دارای گواهی نامه ثبت نام صادر شده توسط دولت این کشور است. از سوی هم آقای افریدی تصریح کرده است که تا 2 سال گذشته بیش از 16 هزار شهروند افغانستان از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به افغانستان بازگشتند. این مقام ارشد سازمان همچنان گفته است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حال مذاکره با مقام های پاکستانی در مورد تمدید کار ثبت نام پناهجویان افغانستان از آنها، امیدوار به نتیجه مثبت در این زمینه هستند. یک زندانی در تخار هنگام فرار از سوی طالبان کشته شد. یک منبع در تخار میگوید که نیروهای طالبان یک زندانی را که هنگام برگشت از دادگاه در این ولایت قصد فرار داشته است با شلیک گلوله به قتل رساندند. این منبع بر روزنامه اطلاعات روز گفته است که این رویداد حوالی ساعت 33 دقیقه پس از چاشت روز چهارشنبه در مربوطات شهر طالقان مرکز تخار رخ داده است. منبع توضیح داد که این زندانی هنگام برگشت از دادگاه استیناف طالبان به زندان اقدام به فرار کرده و از سوی نیروهای طالبان هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. به گفته منبع هویت این زندانی کشته شده هنوز مشخص نشده. از مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون درباره چگونگی وقوع این رویداد چیزی نگفتند. دعوای لفظی پدر و پسر در بدخشان فاجعه خلق کرد. منابع محلی در بدخشان از خودکشی یک پسر 16 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این پسر روز چهارشنبه در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر فیض آباد خودکشی کرده است. و گفته منابع این فرد رحیم الله نام داشت و پس از دعوای لفظی با پدرش در یک کهنه خانه رفته و خودش را القابیز کرده است. رحیم الله به عنوان کارآموز در یک ترمیمگاه موتر کار میکرد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که از زمان تسلط دوباره طالبان به این سو آمار خودکشی ها در کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر از ننگرهار خبر می رسد که یک پسر در این ولایت پدرش را با ضرب تبر به قتل رسانده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد در منطقه وایگل از مربوطات ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار رخ داده است. فرد کشته شده عالم نام دارد و از سوی پسرش با ضربات تبر زخمی شده بود، اما به دلیل جراحات زیاد در بیمارستان جان باخته است. تاکنون انگیزه قتل این مرد معلوم نیست و فرد متهم از ساحه فرار کرده است. طالبان نیز وقوع این رویداد را تایید کردند. و خبر تکان دهنده که تازه به ما رسید، وقوع آتش سوزی مهیب در قول اردوی طالبان در غور. منابع محلی در غور میگویند که آتش سوزی در داخل لوای 4 قول اردوی الفاروق طالبان در این ولایت خسارات زیادی بر جا گذاشت. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که این آتش سوزی حوالی ساعت 12 روز چهارشنبه در داخل لوای 4 قول اردوی الفاروق طالبان در مرکز ولایت غور رخ داده که در پی آن بین 30 تا 35 اتاق مربوط به این لوا در آتش سوخت. منابع میگویند که پس از وقوع آتش سوزی صدای چندین انفجار نیز از داخل این مکان شنیده شده است.
در این حال یک منبع از طالبان در ولایت غور با تایید این آتش‌سوزی در لواء 4 طالبان بر روزنامه 8 صبح میگوید که این رویداد به دلیل آتش گرفتن یک خیمه صورت گرفته بود. این منبع طالبان میافزاید که صدای شنیده شده از انفجار دیپوی اسلا و مهمات بوده که در پی آتش‌سوزی انفجار کرده است. طالبان میگویند این آتش‌سوزی تلفات جانی در پی نداشته است. لواء 4 قول اردوی الفاروق طالبان در ولایت غور موقعیت دارد. در این لواء اکثریت مطلق جنگجویان از ولایت فرا می باشند. رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا استعفا داد. بر بنیاد گزارش ها توبایس الوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا و عضو ارشد حزب محافظه‌کار این کشور پس از کشمکش های زیاد از ریاست این کمیته کنار رفت. دیلی میل با نشر گزارش نوشته است که روز چهارشنبه از این سمت کنار رفته و گفته که اظهاراتش در مورد افغانستان بازتاب ضعیفی داشته است. با گفته او حمایتش از تعامل با طالبان به طور نادرست مطرح شد و تاثیر منفی بر کمیته دفاعی پارلمان گذاشت. گفتنی است که پیش از رایگیری برای جایگزینی دائمی آقای الوود که قرار است در پایان ماه آینده برگزار شود، جان اسپلار نماینده حزب کارگر رئیس موقت کمیته خواهد شد. این در حالی است که الوود چند پیش پس از سفرش به کابل با نشر یادداشت در روزنامه بریتانیای تلگراف خواستار تعامل کشورهای غربی و ویژه بریتانیا با طالبان شده بود. و در پایان جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تایید میکند که جنگ این کشور در افغانستان پس از 20 سال شکست خورده است. ای بی سی نیوز چهارشنبه به نقل از مارک میلی گزارش داده که خروج آمریکا از افغانستان مطابق خواستش صورت نگرفته است. میلی در مصاحبه جدیدش با ای بی سی نیوز گفته است که از چگونگی پایان جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان ابراز تأسف کرده است. وی افزوده است طوری که من میخواستم تمام نشد. نگاه کنید، زمانی که دشمن پایتخت شما را اشغال میکند این یک شکست استراتژیک است. این چیزی است که من در انظار عمومی به آن اعتراف کردم. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آن را به عنوان یک موفقیت استراتژیک توصیف کنید. مارک میلی همچنان سخنان چند روز پیش جنرال فرانک مکنزی رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا در مورد نحوه خروج نظامیان این کشور از افغانستان را تایید کرد و گفت که فرصت کافی برای بیرون شدن آنان از کابل وجود نداشت. میلی تصریح کرده است در مفهوم گسترده‌تر جنگ شکست خورد. ما بیش از 20 سال با طالبان و متحدان آنها جنگیدیم. آنها به دلایل زیادی در کابل پیروز شدند و ما زمان کافی برای رفتن نداشتیم. اما مطمئناً بسیاری از ما از 11 سپتامبر 2001 به بعد پشیمانی‌های زیادی را متحمل شدیم. مارک میلی که در پایان ماه سپتامبر بازنشسته می‌شود از شجاعت دستاندرکاران آمریکایی در پروسه تخلیه ستایش کرده است. تشکر از توجهتون. تا بعد و درود.